با بهترین درودها خدمت شما بینندگان گرامی، حزب مشروطه ایران در رابطه با روز جهانی زن 8 مارچ اعلامیه‌ای بدین مضمون صادر کرده است. اعلامیه حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات 8 ماه مارس 2017 روز جهانی زن. روز جهانی زن را که یادآور دستاوردهای گران و تلاش و کوشش منسجم 108 ساله زنان فرهیخته و مبارزی است که برای به دست آوردن حقوقی برابر در کشورهای گوناگون تلاش و کوشش کرده اند و همچنان می کنند، چون سالهای پیش گرامی داشته در برابر اراده خلل ناپذیر بیشمار زنان و مردان آزادهی که در راه برابری حقوق زنان گاه در سخت‌ترین شرایط و با در اختیار داشتن کمترین امکانات و حتی با تحمل سخت‌ترین خطرها تلاش می کنند، سر تعظیم فرود آورده از صمیم قلب قدردان زحمات و فداکاری های یکی که آنان هستیم. فرهیختگان جهان سالهای سال است که به این حقیقت انکار ناپذیر پی برده اند که تبعیض‌های جنسیتی از هر نوع که باشند نه تنها غیر انسانی و ظالمانه اند، که از مهمترین و اساسی ترین عوامل افسردگی، بیماری و عقب ماندگی در جوامع هستند. از همین روی نیز هر روز در تلاشی بی امان فرهیختگان در جوامع گوناگون برانند تا هر گونه تبعیض، به خصوص تبعیض‌های جنسیتی را بزدایند، تا هم جامعه را سالم و شاداب کنند و هم یکی از مهمترین موانع پیشرفت و سعادت جامعه را از میان بردارند. برای ما ایرانیانی که در این 38 سال تسلط نکبتبار نظام جمهوری اسلامی بر ایرانمان، شاهد از بین رفتن تدریجی حقوق بانوانمان بوده ایم و به چشم دیده ایم که این نظام حاکم ملایان با ایجاد تدریجی موانع جدید بانوان ایران را از حقوق حقه خود محروم کرده اند، این روز معنی ویژه‌ای دارد. این روز یادآور این حقیقت تلخ است که در هیچ جامعه‌ای حقوق به دست آمده را نمی‌توان محفوظ از تعرض دانست و نه تنها باید برای به دست آوردن حقوق برابر، که از آن مهمتر برای حفظ و حراست از آن شبان روز تلاش کرد و دمی آرام ننشست. ما به چشم دیده ایم که حقوق برابر بانوان ایران که با تلاش های شبان روزی بانوان و فرهیختگان جامعه ایران و حمایت های همه جانبه نظام پادشاهی در دوران درخشان سلطنت پهلوی به دست آمده بود و بسیاری آن حقوق را تثبیت شده و غیر قابل تغییر می دانستند، چگونه قدم به قدم از بین رفتند و چگونه گاه با تهدید و خشونت و گاه با فریب و نیرنگ یکی پس از دیگری از محتوا تهی شدند و در بسیاری از موارد یا به کل از بین رفتند و یا جز پوسته ای میان تهی از آنها باقی نماند. 8 مارس روز جهانی زن اما یادآور این حقیقت انکار ناپذیر هم هست که بانوان ایران از این تجربه تلخ 38 ساله تجربه ها آموختند و در کوره مبارزه با واپسگرایی اسلامی چون فولادی آب دیده شدند. بانوان ایران لحظه ای آرام ننشستند و در مبارزه ای جانانه
تا توانستند نظام واپسگرای جمهوری جهل و جنون اسلامی را به عقب رانده اند. به راستی که بخت ایران از داشتن بانوانی چنین آزاده و دلیر که برای دست یابی به حقوق خود لحظه ای آرام نمی نشینند بس بلند و آیندهش بسی روشن است. حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات ضمن قدردانی از تلاش شبان روزی بانوان ایران زمین و تمامی تلاشگران در زمینه حقوق بانوان به این مبارزه جانانه با واپسگرایی اسلامی در همه ابعاد و زوایایش بالیده و به شدت افتخار می کند. ما بار دیگر در روز جهانی زن دست یکایک بانوان ایران زمین و فعالان جامعه مدنی ایران را که برای از بین بردن تبعیضات جنسیتی و پایریزی یک جامعه سالم و شاداب و به دور از تبعیض تلاش می کنند را صمیمانه می فشاریم، به آنان درود می فرستیم و خود را در کنار آنان و دیگر فعالان جامعه مدنی دانسته برای دستیابی به جامعه برابر و بی تبعیض برای همه شهروندان ایران زمین لحظه ای از تلاش و کوشش باز نخواهیم ایستاد. دیر نخواهد بود که با از میان رفتن نظام واپسگرای جمهوری اسلامی گامی بس بلند برای ساختن فردایی بهتر و بی تبعیض برداشته شود. به امید آن روز، روز جهانی زن بر همه بانوان، به ویژه بانوان فرهیخته و مبارز ایران زمین و همه آزادگان جهان شاد و خجسته باد. پاینده ایران، زنده باد ملت ایران.
درود مجدد خدمت شما بینندگان گرامی، شما که به تماشای برنامه راه آینده، برنامه حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات از طریق شبکه سراسری کانال یک در لس آنجلس نشسته اید. درودی داریم به همه هموندان حزب مشروطه ایران در سراسر این گیتی خاکی. درودی داریم به همه مبارزان سیاسی با هر عقیده سیاسی که هستند و در راه آزادی ایران قدم برمی دارند. درودی داریم به همه زنان، به همه بانوان، به همه شمایی که اینگونه مبارزه خود را ادامه می دهید. من سابقه چندین ساله کار سیاسی خودم را ضامن این حرفم می زارم که انقلاب بعدی ایران انقلاب زنانه خواهد بود. این زنان ایرانن که در مقابل رژیم جمهوری اسلامی می ایستن و این چاقوکش ها و قدار بند های بسیج و پاسدار رو به خانه می فرستن. وقتی که یک زن و یا یک دختر و یا یک بانوی ایرانی رو به هر دلیلی دو تا پلیس می ریزن و می گیرن، این وظیفه یکایک مردان ایرانه که ازشون دفاع کنن، نه اینکه دوربین ها رو درانن ازش عکس بگیرن. به من برنگردید و بگید که نه آقا دردسر میشه. بله دردسر میشه، آزادی هزینه داره، باید هزینه رو داد. من این بر دنیا ننشستم و برای شما سخنرانی کنم، من هم به سهم خودم تا اون جایی که تونستم کردم. من و دیگر یارانم که در خارج از کشور فعالیت سیاسی میکنیم، کاری رو میکنیم که یکی یکی شماها با مشکل با اون مواجهیم. ما از خرج زن و بچه‌مون میزنیم و در این راه مبارزه میکنیم. ما هیچ احتیاجی نداریم و معلوم نیست بعد از آزادی ایران 30 روز، 60 روز و یا 90 روز بیشتر به کشورمون برگردیم. این شما این که مالک اون سرزمین هستین در شرایط فعلی و از زنان و دختران خودتون دفاع نمی کنید. انقلاب بعدی انقلاب زنانه در ایران خواهد بود و چه بسیار به جاست که بگیم مردان ایران در انقلاب بعدی بهتر از چادرها رو به سر کنند و بگذارند زنان بدون روسری و چادر مبارزه و پیشبرد ایران را به سوی مدرنیته ادامه دهند. در برنامه امروز به سیاتل می رویم و با آقای شایان آریا، عضو شورای مرکزی و مسئول روابط خارجی، در مورد آنچه که تلویزیون جمهوری اسلامی به دروغ تبلیغات می کند و اعلام می کند به گفتگو خواهیم نشست. ما تا دروغ جمهوری اسلامی را به یکایک مردم ایران نشان ندهیم، این برنامه ها را ادامه می دهیم. با ما باشید تا لحظات دیگر باز می گردیم. زمونه نوروز اومد و گل اومد و نرگس اومده و صدای بلبل همه جا فضا رو پر کرد. باز شادی شده از خم هر کوچه روونه، صد سال به هست تمام سالهای زمونه، این بهار براتون باشه شاد و عاشقونه، بهار براتون باشه شاد و عاشقونه. صد سال به از این سالها، صد روز به از این روزها، هر روز به از دیروز، نوروز شما پیروز، نوروز شما پیروز. شما پیروز، نوروز شما پیروز.
با درودی مجدد، همان گونه که به برنامه به قسمت قبلی به اطلاعتون رسیدم، در این قسمت از برنامه با آقای شایان آریا عضو شورای مرکزی حزب مشروطه ایران هستیم و در راجع به مسائل ایران و آنچه که در تلویزیون جمهوری اسلامی گذشته است به گفتگو می‌نشینیم. جناب شایان آریا درود بر شما. درود بر شما جناب فرهانی و همه دوستان و هموطنان عزیز. جناب شایان آریا، میدونین که جمهوری اسلامی در تلویزیون کانال 2ش فیلمی رو نشون داده در مورد نامه‌ای که به کنگره نوشته شده و اعلام کرده. اجازه بدین این خوب گزارش رو ببینیم، بازگردیم راجبش صحبت کنیم. یک چند لحظه‌ای بذارید ما این فیلم رو ریپیت کنیم. چند لحظه. بایت نامنگاری 100 ایرانی ضد انقلاب مقیم آمریکا به کنگره بر علیه مردم ایران. لطفاً سیاست‌های خود را در قبال ایران مورد ارزیابی دوباره قرار دهید. تا گام نخست اولویت ترامپ، یعنی تامین منافع امنیت ملی آمریکا، برداشته شد. این درخواست مردم و یا سیاستمداران آمریکایی نیست. نامه ایست که جمعی از ایرانیان ضد انقلاب مقیم امریکا بر علیه مردم ایران به کنگره و سنای امریکا نوشتند. این افراد که در نامه اول خود خواسته بودند برای فشار بر ایران مردم ایران تحریم شوند، در این نامه یکی از ابزارهای فشار بر ایران را شبکه فارسی صدای امریکا می دانند، اما آنها کارایی این شبکه را مناسب نمی بینند. صدای امریکا بزرگترین بودجه را در بین سرویس های این شبکه دارد. نمونه های متعددی از برنامه های آن در مدارا با حاکمان ایران و یا به نفع آنهاست. در امشب صفحه آخر می‌پردازیم به البته مرور برنامه های این سال های صدای امریکا هدف نامه نگاری این افراد را روشن می کند. صدای امریکا یا VOA بودجه خود را مستقیم از وزارت خارجه امریکا دریافت می کند تا سیاست خارجی امریکا برای نفوذ مستقیم با داخل ایران ارتباط برقرار کند. دلم میخواد که باز هم چنین مصاحبه هایی انجام بدم، چرا که میخوام گفتگوی مستمر با مردم ایران داشته باشم. ما خواهان اون هستیم که رژیم شما خودش رو تغییر بده. اما پیگیری سیاست تغییر حاکمیت ایران با ابزار رسانه گاه آنچنان مغرضانه بود که صدای مخاطبان این شبکه را هم درآورد. هنوز ما خواهی شما رو بابت دوستان خطاب کردن مردم ایران نشنیدیم. حداقل کاری که میشه الان انجام داد عذرخواهی و گرفتاری شدیم با این دوستان عذرخواه و عذرخواهی پذیر. در کنار این نوع خبر پراکنی، فسادهای اخلاقی و اداری این شبکه و نتیجه عکس فعالیت‌های آن موجب اخراج‌های متعدد در این شبکه شد. صدای آمریکا جزو بدترین اداره دولتی آمریکایی شناخته شده. بنابراین از این باند بازی و اینجور مسائل و اینا زیاد هست. همه مینالن، همه میگن یک فضای امنیتی و هیچکی با هیچکی نمیتونه حرف بزنه، همه در هم دیگه میزنن، محیط خیلی کثیفیه. این آخرین برنامه من بر صدای آمریکاست. حتی معاندان در فتنه 88 تمام تلاش خود را برای حد اکثر استفاده از این شبکه انجام دادن، اما نتیجه ای نگرفتن. حالا این نامه‌نگاران به همین دلایل اما به اسم منافع ملی امریکا خواهان تعطیلی این شبکه هستند. امضا کننده های این نامه که جمعی از اونها قبلا هم به امریکا نامه نوشتن و خواستار تشدید تحریم ها علیه ایران شده بودند و البته از فعالین فتنه 88 هم بودند، توی این نامه اظهار کردند که آماده ارائه همکاری های همه جانبه به امریکا هستند. افشین افشینجم، نیکاهنگ کوثر، بهزاد مهرانی، رامین فرهام، حسین خرم، امیر حسین اعتمادی، مجید محمدی، فواد پاشایی، نیما راشدان، شایان آریا از جمله کسانی هستند که گفتند برای فشار بر ایران از هیچ کمکی دریغ نمی کنند. خب جناب آریا، تلویزیون جمهوری اسلامی معتقده که ما ضد انقلابیم. آیا هیچ وقت ما گفتیم ما طرفدار انقلابیم؟ به قول معروف هم میگن که ایانت دارد همون دوری چی هم محبوب شاید اتحا نکردی که طرف داره انقلاب نظام جمهوری اسلامی هستیم، بر این که ضد انقلاب هستیم چیزی کاملا مشخص و بهش هم افتخار میکنیم و زمانی هم که این جماعت در ایران در حکومت هستن در همین ضد انقلاب بودنمون پادشاهی خواهیم کرد و
تا این نظام رو از بین نبریم خود معروف آرام نخواهیم نشد. من نه چیز دروغی نگفتن، حداقل در این موردش راست گفتن. خب آره مهندس شاید اینا برگشتن و گفتن در این نامه ما نوشتیم که مردم ایران رو تحریم کنید. آیا این نامه در مورد تحریم یا اصولاً تحریم مردم ایران بوده؟ ببینید اینها خب همیشه همینطور میکنن، اینها نمیان بگن که به خاطر اینکه نمیخوان مردم ایران اولاً حقیقت رو بدونن و همین که مردم ایران اگر واقعیت ها رو بدونن خب بیشتر طرفدار خواهند شد و این اثر این گونه نامه ها و تقاضا ها از مجامع بین المللی رو بیشتر خواهد کرد. این هست اینها مجبور هستن دروغ بگن، یعنی دروغ هایی بگن که مردم رو بر علیه فعالین سیاسی در خارج از کشور به اصطلاح بشورونن، اونها رو نسبت اونها بدبین بکنن، نسبت اونها بی‌اعتماد بکنن. نکته بیشتر از این جهت هست که این دروغ رو میگن. بلا ما هرگز نخواستیم و نمیخواهیم که مردم ایران تحریم بشن، بهشون فشار بیاد. اون چی که ما خواستیم این بود است که از سبب که سپاه پاسداران و بیت رهبری که بر اقتصاد ایران چنگ انداختن، تمام منابع ایران رو دارن به غارت میبرن، از این سرمایه سرشاری که در اختیار دارن هم برای سرکوب ملت ایران هم برای به اصطلاح قصد و گسترش تروریسم در و ایجاد ناامنی در سراسر خاورمیانه استفاده میکنن، اینها تحریم بشن و اینها به عملیاتشون کارهاشون افسرات که حساب‌هاشون تحت نظر سلاح گرفته بشه و جلوشون گرفته بشه که نتونن این غارت رو بکنن، نتونن به دست آزاد هم مردم ایران رو غارت بکنن، هم با ثروت‌های مردم ایران رو سرکوب بکنن و هم با این ثروت‌های مردم ایران تمام منطقه رو به آب و آتش بکشن، ویران بکنن و با این کارشون تازه یک بلای دیگری یعنی امکان جنگ گسترده رو هم با به اصطلاح بر سر مردم ایران بیارن و اونها رو مواجه بکنن با یه خطری حتی شاید بزرگتر از اون عذابی که دارن فعلا میکشن از دست این نظام. این حتی خب اون یکی که ما خواستیم این بود است، ولی اینها خب مسلم اگر این رو بگن به مردم و این رو تبلیغ بکنن به مردم، خب بسیار از مردم که از سپاه پاسداران ناراضی هستن، از بیت آقای خامنه ای ناراضی هستن، از غارتی که اینها دارن میکنن ناراضی هستن، خب اینها هم طرفدار خواهند شد، به اصطلاح نظرشون مثبت خواهد بود نسبت هم این تقاضا و هم از سبب که فعالین سیاسی در خارج و این چیزی نیست که جمهوری اسلامی و سرانش و سپاه پاسداران بیت آقای خامنه ای زیاد مایل باشن که همچه اتفاق بیفته. این از که طبیعی است مجبورن دروغ بگن، مثل تمام دروغ هایی که در طول این 38 سال به مردم گفتن، مثل همه به اصطلاح اثرات که واقعیت ها رو وارونه جلوه دادن میدن و تا زمانی هم که هستن واقعیت های وارونه جلوه خواهند، خاطر اینکه اینها ذاتشون این هست درستی و راستی واقعا میشه گفت بوی نبرده. بله در اسلام شیعه مسئله تقیه است، هر چقدر دلت میخواد دروغ بگو، جواز داری، لایسنس داری. آیه شایان، غیر از این نامه آیا در تمام طول این سالها که تحت هر شرایطی ما به این مبارزه ادامه دادیم، شما دیگر دوستانتون و کسی رو میشناسین که از امریکایی خواسته باشه مردم ایران رو تحریم کنن؟ من حقیقتش نه، از هیچ کدوم از دوستان کسانی که چیز هستن نه، تحریم مردم ایران رو هیچ وقت نخواستیم، علاقه هم نداریم که مردم ایران تحریم بشن. نظام جمهوری اسلامی چرا؟ سران نظام جمهوری اسلامی چرا؟ سران سپاه پاسداران چرا؟ سران وزارت اطلاعات چرا؟ ولی مردم عادی ما هیچ وقت همچه خواستی نداشتیم و نداریم، به خاطر اینکه ما هر کاری که داریم میکنیم، تمام فعالیتمون، تمام کوششمون، تمام این سالها عرشبت که هر کاری که کردیم به خاطر اون مردم بود، به خاطر اینکه اون مردم بتونن وضع بهتری داشته باشن، اون مردم بتونن از شر نظام جمهوری اسلامی
رها بشن، یک آینده بهتر روشن‌تری برای خودشون، برای فرزندانشون، برای نسل‌های آینده بتونن داشته باشن. ما هر کاری که میکنیم برای مردم ایران هست، برای چی بخوایم مردم ایران صدمه ببینن؟ این هست که من کسی رو میشناسم آثار صدمه زدن به مردم ایران باشه، فشار مردم ایران باشه، و نه کسی رو میشناسم که واقعا در این راه تلاش کرده باشه. ولی خب بر علیه نظام چرا؟ همه ما سعی میکنیم که نظام رو ضعیف بکنیم، سعی میکنیم که نظام رو بهش فشار بیاریم، سعی میکنیم که با ضعیف کردن نظام یک فرصتی به مردم خودمون بدیم که بلکه مردم خودمون بتونن از شر این جماعت خلاص بشن. اما من میشناسم کسانی که بر علیه مردم ایران کار کردن، حکومت جمهوری اسلامی. دقیقاً اینجوری که شما میفرمایید، تنها کسانی که بر علیه مردم ایران کار کردن، تنها کسانی که به مردم ایران فشار آوردن، تنها کسانی که ثروت‌های مردم ایران رو غارت کردن، به هدر دادن، برای کشورهای دیگه خرج کردن، به پای بیگانگان ریختن ولی از مردم ایران دریغ کردن، همین نظام هست، همین سران این نظام هستن، همین ولی فقیه هست، همین این سردمداران نظام جمهوری اسلامی هستن که به مردم فشار میارن، به مردم اثرات که مردم باعث اثرات که نابودی اقتصاد ایران شدن، باعث بیکاری گسترده در بین ایرانیان شدن، باعث فرار مغزهای ایران شدن، باعث مهاجرت میلیون ها ایرانی تحصیل کرده فرهیخته کاردون عرصبت که شدن، باعث زندانی بسیاری از دانشجویان، فرهیختگان، استادان دانشگاه، افراد گوناگون، کسان که میتونن برای مملکت مفید باشن شدن، به دست یک سری آدم های واقعا بی سواد، عرصبت که بدون هیچ گونه ارق ملی اینها دست اینها رو باز گذاشتن که هر جنایتی میخوان بکنن، هر غارتی که میخوان بکنن، هر بلایی که میخوان بر سر مردم ایران بیارن و اسمشو میذارن چون دونم جمهوری اسلامی هر حال بنده خودم شخصا افتخار میکنم که هر که اونها خودشون رو مینامن من نیستم. خب بسیار آیا مهندس آیا جمشه مسئله این که در روی هفته گذشته در روز پنجشنبه امریکایی ها 400 تا تفنگدار دریایی به اضافه ادوات جنگی، توپخانه و زره پوشا رو در سوریه پیاده کردند. آنچه که هست اینه که احتمالاً 10,000 تا تفنگدار جدید به کویت اعزام خواهد شد. و دیروز و روز جمعه هم اعلام کردند که تمام تروریست ها و جمهوری اسلامی باید خاک سوریه رو ترک کنه و ما تا پاکسازی کامل سوریه از سوریه خارج نخواهیم شد. آیا این اعلام جنگ با جمهوری اسلامیه؟ جنگ مستقیم نه، ولی جنگ غیر مستقیم خب حتماً، به خاطر اینکه به هر حال فشارها رو زیاد آورد خواهند آورد. این به اصطلاح بیشتر یک پاسخ روشنی هست برای علیه جمهوری اسلامی، ولی اینکه بتونن اونها به اصطلاح جمهوری اسلامی رو از سوریه بیرون بکنن اون یک بحث نیست جدا. یعنی زمان آقای اوباما بود که این کارو بکنن، که متاسفانه سیاست های آقای اوباما این کارو نکرد و دست جمهوری اسلامی و روسیه رو باز گذاشت که در سوریه هر کاری دلشون میخواد بکنن و این کشور رو متاسفانه به ویرانی بکشونن. الان کار خیلی مشکل تر شد. البته این که امریکا افرادی اینجا داشته باشه مفید هست، به این معنا که در هر حال کارهای جمهوری اسلامی، نیروهای جمهوری اسلامی رو تحت نظر میگیره، از اینها مدت دست اول به قول معروف به دست میاره. از صورت که مسئله ایران در سوریه رو بیشتر باید با در چهارچوب روابط امریکا و روسیه بهش نگاه بکنیم. یعنی اگر کسی بتونه جمهوری اسلامی رو از سوریه حالا بیرون بکنه، دست و پاش رو ببنده، بیشتر از امریکایی ها روس ها هستن، از سبب که و بیشواهی هم هست که اونها یک مقدار، حالا نه خیلی، حالا یک مقدار مانور نیروهای جمهوری اسلامی رو در سوریه از سبب که محدود کردن، حالا متوقف که تا
تا اونجا راه زیادی هست، ولی به نظر میاد که مانورشون رو یک مقدار محدود کردن، یعنی مثل قدیم اینها هر کاری دلشون بخواد نمیتونن بکنن. ولی خب به هر حال باید دید که اتفاقاتی خواهد افتاد. ولی خب این که این ادمنستریشن جدید، این دولت آقای ترامپ و جنرال ماتیس و دیگرانی که در این دولت هستن، از رئیس CIA بگیرید تا دیگران، اینها عزم جزم دارن که به هر وسیله که شده از جلوی جمهوری اسلامی رو بگیرن و خرابکاری هاش رو در منطقه به اصطلاح جلوش رو بگیرن و نگذارن که مثل قدیم هر کاری خواست بکنه و اون منطقه رو به آتش بکشه و بیرون بکنه، اصلا که جلوش رو بگیرن در این بحثی حالا چه مدت طول بکشه، چه اتفاقاتی خواهد افتاد در سوریه، در یمن، در نرسرت که عراق، در لبنان، در جاهای دیگه، باید ببینیم که چطور این دولت جدید میتونه با کمک متحدینش، حالا چه در کشورهای عربی و چه به وسیله کمک از روسیه، این کار رو بکنه نکنه، چه امتیازات به روسیه بده که همیاری اونها رو هم به صلاح جلب بکنه یا نکنه. دیگه یه مقتی باید صرف کنیم تا ببینیم که میتونن این کارو بکنن یا نه. ولی اینکه به هر حال این امر مهمیست، یعنی نشون دهنده این هست که دولت جدید امریکا مثل خیلی جاهای دیگه سیاستش رو نسبت به دولت آقای اوباما به صورت تغییر داده و به قول معروف یک چرخش 180 درجه ای داشته. آقای شایان از شما بسیار متشکرم و با پیشاپیش نوروز رو به شما شاد باش میگم و با امید اینکه سال خوبی در انتظار همه ماها خصوصا شما و خانواده محترمتون باشه. خیلی ممنون، متشکرم. همچنین برای شما، همه هموندان عزیز، همه هموطنان گرامی، امیدواریم که سال جدید سال خوبی برای همه باشه و سالی باشه که در نهایت در نظام جمهوری اسلامی از بین بره، یک نظام عادی و مردمی جایگزین بشه. خیلی ممنون. از شما متشکرم. ولی حرفای ضد انقلابی زدین، شما ضد انقلابی درود بر شما. درود بر شما. بینندگان گرامی، میریم و باز میگردیم. می شود رقص سما می کند خوشید آزد
آسمان عشق رو طلوع میکنم، بلبل نغمه خانش نغمه دوباره سردهد، میکده باز میشود، تشنه به آب میرسد، ابر سیاه میرود، یار به یار میرسد، باد بهار میوزد، مژده که یار میرسد، باد بهار میوزد، مژده که یار میرسد. برای بینندگان گرامی، آخرین خبرها از بمب‌گذاری دمشق حاکی از این است که تعداد کشته ها به بیش از 48 نفر رسیده و همان گونه که میدانید زخمی ها هم بیشتر از 120 نفر هستند. در روز جمعه دو بمب گذار در منطقه زینبیه، همین که این پاسدارا میرن زینب رو مواظب باشن، نگهبانان زینب یا پاسداران زینب، البته اسم بشار اسد، اسم رمز بشار اسد زینبه، اینا همه پاسداران حرم زینبن، یعنی کاخ ریاست جمهوری آقای بشار اسد. اینها رفته بودن، اینا از عراق جمهوری اسلامی شیعه ها رو از طریق بصره و این اطراف اون و کربلا به صورت مجانی با هزینه سفره زن و مردهای ایرانی، مردم ایران، با تعداد اتوبوس‌های دهتایی به صورت کاروان میبره به کربلا، میبره به سوریه دمشق از قبر زینب دیدن کنن. اینها هم یه گروهی بودن که رفته بودن اونجا و از قبر زینب دیدن بکنن. در این مسیر و در این برنامه دو نفر که تا الان گفته شده به صورت این دو نفر به صورت بمب انتحاری اینا رو منفجر کردن و اتفاقی که افتاده 48 نفر کشته و بیش از 123 نفر زخمی تا الان به جا مانده. اینها رو همه رو جمهوری اسلامی میکنه، این کینه ها رو جمهوری اسلامی به وجود میاره. از طرف دیگه در خبرها اومده بود که حاج آقا توسی که حتما مد نظرتون هست، همون قرآن خون و مرد قاری خان بیت رهبری که 11 شاکی تجاوزی داره و آقای فرزند آقای خامنه ای هم، آقا مشتبه هم در یکی از مصاحبه ها اعلام کرده که از تدریس آقای توسی فیض فراوان برده. ایشون اگر با اون چی که در عربستان و اون دو عامل تجاوز به دو نفر ایرانی اتفاق افتاد، باید حساب کنیم چیه. چون در خبرها آمده بود که این دو نفری که در عربستان سعودی، اون دو نفر مأمور گمرک که در عربستان سعودی به دو نفر، به دو جوان ایرانی تعرض کردن، هر کدام به 4 سال زندان و 1000 ضربه شلاق محکوم شدن. در رسانه های ایرانی هم دیدیم و خواندیم. حالا با مصاحبه، با حساب کردن این قضیه، باید حساب کنیم که آقای توسی، آقای سعید توسی، حاج آقا توسی، حاجی که 11 تا شاکی داره، 11 تا 4 سال اگر قراره بهش بدیم، پس 44 سال زندان اینجاست، 11 تا 1000 تا هم شلاق قراره بهش بدیم، 11,000 ضربه شلاق هم منتظرشه. درسته؟ حاج آقا توسی کجاست؟ زنگ بزنید از آقای خامنه ای بپرسین خدمتتون عرض میکنه کجاست. میدونین بعد از اینکه به فرزندان ایران تجاوز میکنی، میری بیت رهبری خونه آقا قایم میشین. به هر صورت دلم نمیخواد در آستانه نوروز، در این شرایطی که به نوروز نزدیک میشیم، به چهارشنبه سوری نزدیک میشیم، بیشتر از این خبرهای دهشتناکی که از کشورمون میرسه رو به عرضتون برسونم. اونچه خبرهای خیلی زیبا و دلخوش کننده اینه که در منطقه مازندران، در منطقه ساری، مردم کشورمون، مردم ساری به استقبال نوروز رفتن، چون اونها از 15 روز قبل از نوروز به استقبال نوروز میرن و خبر میکنن که مردم شهر و مردم دهات اطراف رو که نوروز میآید، دختر بچگان میرن و کادو میگیرن و در جلو حرکت میکنن، مردها با نغاره و موزیک به شهر اعلام میکنن که نوروز نزدیک است و در اون
اونجا جشن گرفته میشه. البته مسئله‌ای که در مازندران در شمال کشورمون هست تقریبا مشابهش در همه جاها هست. در کردستان کشورمون همیشه نوروز بسیار بسیار بلند و بسیار بسیار با ارزش جشن گرفته شده. در منطقه پلنگان هموطنان کرد ما نوروز رو، آغاز نوروز رو و نزدیک شدن نوروز رو جشن گرفتن و در عکسایی که میبینیم با موزیک و رقص و شادی این مراسم رو دارن خوش آمد میگن و آماده چهارشنبه سوری هستن. به خاطر داشته باشید که چهارشنبه سوری این رسم دیرینه کشور ما که خدمتش به هزاران سال، شاید به 2500 سال یا بیشتر میرسه و هیچ کس تاریخ دقیقی نداره، آنچه که در لابلای تاریخ ایران قدم میزنی صحبت از نوروزه، صحبت از چهارشنبه سوریه، صحبت از این جشن ایرانیه، جشنی که این نه تنها آخوندها با هر ترفندی که زدن، نه تنها اینکه آخوندها با به وجود آوردن روز مردن فاطمه و زهرا و سقرا و کبرا در اطراف نوروز خواستند که نوروز رو کم رنگ کنن، اینها که رقمی نیستن به گفته یا بچه های تهران، حتی اعراب هم با تسلط چند صد ساله نتونستند این رسم رو از ایران بدر کنند. اینها حتی بعد از اینم که رفتن و وجود اون فرهنگ عربی هرگز قادر نشدن و نوروز همچنان پایدار مونده و چهارشنبه سوری همچنان پایدار مونده. چهارشنبه سوری در شهر من روز سه شنبه شبه، در همه جا سه شنبه شبه. این رو حتما همه شما در هر کجای این جهان خاکی که هستید، حتی اگر فقط یک خانواده ایرانی هستید، جشن بگیرید چهارشنبه سوری رو، به آنچه که میگذرد و به آنچه که رسم بوده جشن بگیرید، کنار هم بشینید و با هم دیگه باید چهارشنبه سوری رو صحبت کنید. این سنت گرامی رو، اینی که دایناسورهای ایران بهش میگن آتش پرستی، اصلا فرقی نمیکنه که دایناسورها در ایران چه میگن. نسل دایناسورها منقرض شده و این تمونده و باقی هاشون و این نسل میجیت دایناسورها هم به زودی منقرض خواهد شد. اینو من به شما قول میدم. اما چهارشنبه سوری و نوروز رو به فرزندان خودتون منتقل کنید، به فرزندان خودتون یاد بدید که ما ایرانی هستیم و این نوروز هیچ ارتباطی به مسئله مذهب و دیانت نداشته و این متعلق به همه کسانی بوده که در زیر پرچم امپراتوری ایران یا پرشین امپایر زندگی می کردند و می کنند. همین الان از کرانه های منطقه سوریه تا چین و تاجیکستان و گرجستان و اینها نوروز رو جشن میگیرن. ما به عنوان پاسداران فرهنگ ایرانی موظفیم که این رسم رو به فرزندان خودمون منتقل کنیم و از اونها بخوایم که اونها هم به فرزندانشون این رو منتقل کنن، برای اینکه ما وارثان فرهنگ ایرانی هستیم و ما باید ایرانی بمانیم، هرچند که فرزندانمان به دلیل هجوم دوم اعراب در هر کجای این جهان به وجود آمدند، اما خون ما خون ایرانی است. آتش بساز شادی کن، از روش ببر بحر رهایی از بلا، سرخی شو با خود ببر بحر رهایی از بلا، سرخی شو با خود ببر، از خورو بالا کنید، رسمی ما صفا کنید، از بحر نور و روشنی هلهلهی به پا کنید، خرمن آتش بساز شادی کن، از روش ببر بحر رهایی از بلا، بینندگان گرامی، از اینکه تماشاگر برنامه ما بودید بسیار بسیار متشکرم و در امید آنکه هفته آینده نیز ما را به خانه های خودتان راه بدهید، با تشکر از آقای مهندس شایان آریا و بچه های گروه تبلیغات، به هر تشکر از آقای رضا مدیر تهیه، آقای آرش کارگردان و خانم سوهیه کارگردان فنی ما که از بامدادان با ما بودند، همه شما را به خدای ایران، به خدای عشق، به خدای دوست داشتن و در این آغاز نوروز همه شما، برای همه شما ایامی خوش آرزو میکنم.